ستاره راز عشقوندن و تو بیا زنده کن دوباره تو همونی که وجودت گرمیم نور امیده ای تموم مهربونی تو نظار کش بمید چطور بود؟ عالی. خب خوب بود یا نه؟ آره خیلی خوب بود، فقط مثل اینکه تولده ها، چرا اینقدر غمگین؟ آهنگایی شاد وقتی میخونم که مجوز آلبومم بگیره. ای بابا حالا کاری به اون ندیدیم، میگم شما دو ساله با هم عقدین، نمیخوان عروسی بگیرین؟ چرا؟ ولی جشن عروسی هم باشه بعد از گرفتن مجوز. اگه مجوز گرفتیم که جشن عروسی، اگه نگرفتیم به جای جشن عروسی گود بای پارتی. کجا؟ آمریکا، برای همیشه. مگه نه نازنین خانوم؟ بله. چه تزیینی کردن برای برادرشون. مخلص آفرزین، یه لبخند. آکورا شرمنده کلی چیکاست، چیکارش کنم؟ اگه داشتی کشتی میگرفتی. باز اینجا ترتیبش رو. اینجا. چرا اینقدر دیر اومدی؟ چقدرم کم آخه من کلی دارم. چیکار کنم؟ من اومدم. یه دانشجوی جوان گهگاهی برای خریدن کتاب می اومد پیش من، بعدش خودش اعتراف کرد برای دیدن من می اومد، ولی بعد از اون هر دفعه که می اومد معطلش می کردم به خاطر اینکه من دلم می‌خواست بیشتر صداشو بشنوم، اونم بیشتر منو ببینه. به جون داداش 50 میلیون خرج این هنجره کردم ما که یعنی من اصلا هیچ خوشم نیومده، نه اشک آدمو در میاره. یهو متوجه شدم که گرفتار شدی. حالا چی جالب، قصه منم خیلی شبیه قصه توه، ولی تو خوشگلتر گفتی. دوستش منم این اواخر خیلی خوشحال بودم چون بیشتر میتونستم ببینم، ولی فکر میکردم این از بیتوجهی توه. خری دیگه، به خاطر توجهم بود که نگهت میداشتم. حالا شما خیلی بد ترانه میگی و منم خیلی بد میخونم. اه حالا دیگه بد ترانه میگم. یادت رفت چقدر التماس میکردی ترانه های منو بخونی؟ نه نه، منظورم اینه که خیلی بدجور ترانه میگی، یعنی خیلی عالی ترانه میگی. حالا شد. میایین تو جمع بابا باشین اوشا، میخوام کادوها رو باز کنم. طلب نمی کردم. داده جاوی سر میز ما بیا. اینم کیک به سفارش آقای جاوید. درست شد، تبریک عزیز. سیگار تو خاموش کن. خواب اجازه بدین میخوام شمع رو فوت کنم. اول آرزو کن. تو کجا میدونی کار نکردم؟ باید بلند آرزو کنی.
جاوید جون یه دفعه خوردش هم بگو دیگه. 375,500. دست شما درد نکنه. خب حالا نوبت کادوی خودمه. هر کی بگه کادوی من چیه جایزه داره. جایزش چیه؟ میدونم تارکوفسکیه. نخی نازنین خانم، خودم نشونتون میدم. اینم یه کت شلوار خوشگل مارک داره. اینم کادوی دخترموی عزیزم آرزو. خودش نیست تفلکی ولی با معرفت کادوشو فرستاده. به افتخارش. اینو بذار آخر باز کن. و این هم کادوی خانم کوروش، ترانه سرای بزرگ نازنین. به افتخاره. و این هم هدیه ترانه سرای بزرگ نازنین. به افتخارش دست بزنی. وای نازنین چند تا از شعرهای نازنینش رو به کوروش هدیه داده. کوروش بیا خودت باز کن بخون. خب بذاری که از شعراشو واسه تون بخونم دیگه. کوروش جان باشه بعدم. چرا دوست دارم همه بشنون شعراتو. یکیشو باز میکنیم بخونیم. به به با شمایم که زما بیزارید، ما که از خوشترین فصل زمین روییدیم. من پر از پروازم، من پر از آوازم، من به یک لحظه پر از عشق شدن محتاجم. به خدا هیچ دلی لحظه عاشق شدنش تلخ نبود. با شمایم که ز خود بیزارید، دیدن خوبی ها کاری داشت. غضب چهره جاوید ندارد ترسی. غضب چهره جاوید ندارد ترسی. غضب چهره جاوید ندارد ترسی. من که به عشق پر از آوازم، من که از شوق پروازم. دیگه بزنی از ماده یکی دیگر هم دوش پیدا کنی. جان کمن یه صفحه ورق بزن که تو رو خود کوروش این ورق بزن ببینیم. مزه نریز خاله سوسکه، مزه نریز. کوروش چی میگی؟ مؤدب باش.
این دختر شما مثل اینکه امشب شهر به پا نکنه ول کنه ماجرا نیست. نه شهر به پا نکنه ول کنه ماجرا نیست. خب عزیز من داداش من به خاطر همین به آلبوم جواز نمیدن دیگه، واسه همین ترانه های تلخته. اصلا هم اینجوری نیست. اگه شما هم اظهار نظر نکنی فکر نمیکنم کسی فکر کنه که شما لالی. نه کمند بس کن. من چیزی نگفتم مامان جان، راست میگم دیگه. نازنین کوروش وایسا، امشب جشن تولدته، به اندازه کافی آبروریزی شده. تقصیر منه؟ تقصیر منه یا این قرازه؟ ای خب من که چیزی نگفتم. به من چیکار تا یه چیزی میگی؟ به تریش خانم برم میخوره؟ امین اون دوربین لعنتی خاموشش کن. گفتم اون دوربین خاموشش کن. این دوربین رو قطعش کن. صداتو بیار پایین. یکم آبروداری کسی رو نمیکشه. شما از آبروداری حرف نزن که کوروش. 50 میلیون تو اون هنجرت ریختم که یه چیزی بشی، یک کاست نتونستی بیرون بدی. یک خودتو به خریت نزن پسر. اگر به حرفای خواهرت گوش کنی میفهمی پر بیراه نمیگه، واسه خودش میگه، غلط کرده میگه. شما دوست داری تو جنب من ثابت بکنی که من هیچی نیستم، منم با این مشکل دارم. کوروش خان به آلبوم تو هیچ وقت جواز نمیده دیوونه. تمومش میکنی یا نه؟ خون سرداش کروش جان میه یه دقیقه با هم بریم بیرون؟ یه هوایی بخوریم. قیافه گرفتن چیه؟ یهو جوش میره این بچه. چیه چه خبره؟ چی شده مثلا؟ این کارم به حساب بود که روزگارم بعض الان بود. اینقدر ناشکری نکن کوروش. دیگه چی میخوای داشته باشی که نداری؟ هیچ. یه بغل گوشواره واسه گوشای درازم. تو بچه خر میکنی؟ دلت از بابات پره سرمون خالی نکن رفیق. نه ترس، من ضعیف گوش نیستم. یعنی ما ضعیفیم دیگه. چی حالا تو هم اینقدر حساس شدی امشب؟ اگه گذاشتم این دختر پسر من از چنگم بیرون بیاره مستمون باشم. شعر میگی ها؟ خودم که داری میبینی از جاسویچی دستش کوچیکتره. اون جاسویچیش به دلش بسته است. تمام جونش اون جاسویچیه. نکنه جاوید خان تجدید فراش کرده ما خبر نداریم؟ نه خونه دلش بغل دستت داره تاپ تاپ میزنه. نگاه به این بیسمت جا نکن، قلب اقتصادی این پاسش تو همین مغازه میزنه. آره ماشالله شیش قفله هم هست. جاوید هوا تو داره، خودش اینجا نیست ولی خودش اینجاست. همیشه میگه کوروش، همیشه میگه کوروش یعنی همه چیز. دیگه حالم داره از این حرفه به هم میخوره. کمند 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 تو چی میگی؟ تو قلق جاویده نمیدونی.
جاوید فقط باید بهش بگی چشم، همین. مشکل من اینه که هنوز چشم گفتن خیلی خوب یاد نگرفته. کاش یاد میگرفتی، به دردت میخورد. خاموشش کن. باهات حرف دارم. تو تاریکی هم میشه حرف زد. جاوید. مشکلی که کوروش با تو داره منو کمندم داریم. چیه؟ نکنه شما هم میخواین برین آمریکا؟ این رویه که پیش گرفتی داره زندگیمون از هم میپاشونه ها. کوروش رو نگهش دارم، همه چی حل میشه. به فرض اون بمونه، منو کمن چی؟ تکلیف شما چیه؟ راحت دارین زندگیتونو میکنی؟ لب تر میکنی؟ همه چی برات آماده است؟ یخچال فریزت که پروپیمونه، تو کیفت که کمتر از 1,000,000 هیچ وقت گیر نمیاد، بهترین لباس ها، بهترین ماشین ها، بهترین سفرهای خارجی هم که میری. جاوید از اتاقت بیا بیرون، از خودت بیا بیرون، از دلار بیا بیرون، به بچه ها سر بزن، باهاشون صحبت کن، درد دل کن. من افسار زندگیمو به دست تو نمیدم، اینو متوجه باش. تو اینو میخوای؟ تو فکر میکنی من سنگ خودمو به سینه میزنم؟ یقین دارم، شک نکن. اشتباه میکنی، تا موقعی که با زور و پول بخوای کارتو پیش ببری وضع ما همینه. مشکلی نیست تو این دنیا که با پول حلش نکنی. تمام مشکلات دنیا با پول حل میشه، اینا همه میدونن. بفرما، بوز حاضر و دوز حاضر. اینم تلویزیون، دلار خودشو کشید بالا. اون خالیتون که نیستش، انقدر بده، انقدر بده، انقدر بده، نمیدونم کجا میاد کجا میره که. بفرما. کمند. کمند با تو هم. بله. پاش اتاق پذیرایی رو مرتب کنیم. مامان جا میبینی که دارم چت میکنم. آپولو که هوا نمی کنی. پاش حوصله ندارم. خب به من چه؟ بذار بیبی میاد نظافت میکنه. بیبی تا یه هفته دیگه نمیاد، باید وضع اتاق پذیری اینجوری بمونه. تازه اون عمل جراحی داشته، نمیتونه کاری انجام بده. مامان برو تو رو خدا گیر نده، برو قربونت برم. باشه کمند. اون درم ببند. برو. سلام. سلام. خیلی خوش گذشت. آره، اونجا نیومدی. دیوونه. کمان. یه دقیقه گوشی. بله. دفتر شعر نازنین کجاست؟ همونجا رو میز بود. نمیدونم الان بود مامان برداشته دیگه، داشته تمیز میکرده. چی میدونم بابا این کوروش قاطی کرده.
دفتر نازنین پیش شما. نه. آره. بالاخره نه یا آره؟ داشتم پذیرایی رو تمیز میکردم یه دفعه دستم خورد به لیوان آب پرتقال، ریخت رو دفتر. خب چرا اینجوری میگین؟ بگین برای اینکه دلم خنک بشه لیوان آب پرتقال رو ریختن رو دفتر. نه به خدا، فقط یه ذره روی جلدش لک شد، همین. کجاست؟ فقط رو جلدش؟ اینکه تمام صفحاتش پر از آب پرتقاله که مسخره کردین منو؟ معذرت میخوام کوروش، به خدا حواسم نبود. چرا با اعصاب من اینجوری بازی میکنی؟ اگه من چی میخوام ازتون؟ این چه رفتاری بود تو جنب با نازنین داشتیم؟ چه برخوردی بود با نازنین کردیم؟ توقع داشتی برم کنارش خانومو باد بزنم؟ نه عزیزی دلم، از این خبرا نیست. وقتی ما رو به زور بردی برای عقد و سر خود زن گرفتی، باید فکر این موقع هم میکردی. توقع نداشته باش ما هم دوستش داشته باشیم. دوست داشتن بخوره تو سر من، فقط یه ذره، یه ذره براش حرمت قائل بشین، همین. اون چرا حرمت ما رو نگه نمیداره؟ اون دوست داره با شما بیاد و بره، ولی وقتی رفتار شما رو میبینه انتظار دارین چی کار کنه؟ این کارهایی که شما دارین میکنین فقط بین خودم و خودتون فاصله میندازین. ما خیلی وقتی که فاصله هامون زیاد شده کوروش. این چیزیه که خودتون خواستیم. داد نزن خروسک میگیری بچه، تو خودت اینطور خواستی. برو برو دیگه، اگه اون شاعره من قصیده سرام، برو بگو منم و ننم و همین شلوار پیرنی که تنمه، ببینم زن تو میشه. شما هیچ موقع منو نفهمیدی، هیچ موقع رو حرف من حساب نکردی. تو دست از این دختره بکش، اون وقت ببین من چی کار برات میکنم، ببین میشه رو من حساب کردی یا نمیشه. من انتخابمو کردم، دوستش دارم، تا پای مرگم پاش وای میسم برای بار هزارم. تحویلش بگیر. چای یخ کرد، یه چای دیگه من بده. این صدای یک نوار زن شده است، اما تنها صدا است. الو خوابیدی؟ جواب نمیدی؟ دیگه منم باید پیغام بذارم. باشه، فقط خواستم بگم. بله. خوابیده بودی؟ بله. ببخش بیدارت کردم. بخشیدم، بگو چی میخوای بگی. خواستم بگم ترانه‌هاتو خوندم، اونقدر عمیقی که آدم میتونه توش شنا کنه. پس مراقب باش غرق نشی. من دارم جدی باهات حرف میزنم، اونقدر قشنگه که میشه ساعت دربارتشون حرف زد و لذت برد. ممنونم،
خواهش میکنم. اصلا یه جوری حرف میزنی آدم دیگه نمیدونه چی بگه. فقط میخواستم بهت بگم که فردا اگه رفتی تحریریه اون مصاحبه من از خانم کمالی بگیر، بهش بگو یه پرینت بزنه، اگه تونستی غلط گیریش کن، من فردا یکم دیر میام. باشه حتما. کاری نداری؟ من؟ نه ببخشی بازم بیدارت کردم. خداحافظ. مقاله رو کی چاپ کرده؟ بشین آقا کارتو بکن. من چاپ کردم آقا. برای چی چاپ کردی؟ آقا طبق رویه که خودتون گفتی چاپ کردی میگه. من اینجوری تیک زده بودم. آقا یه چند تاش فقط عوض شده. حتی یه نقطه هم میخواد عوض بشه باید من در جریان باشم. چشم. در ضمن اینجا جای چای خوردن نیست برادر من. سلام آقای سمی. سلام علیکم. بازم شما؟ بله من مشکل دارم. آها مشکلتون چاپ نشدن مقاله است. پس بلاش. چی؟ یعنی چی آخه؟ بچه امروز دعوا داریم باز. دعوا. بفرمایید بشین خانم. حالا شما کارتون به جایی رسیدی که منو جلوی این همه کارمند سکه یه پول میکنین؟ این درسته خانم نامجو؟ شما مثل که میخواین منو دست بندازین، بله؟ اتفاقا این شما این که دارین منو دست میندازین. و هر حال ما از حضور روزنامه نگارای چیره دستی مثل شما استقبال میکنیم، منتها نمیتونیم از قانون سرپیچی کنیم. بله غلط زیاد نشاره؟ نه یکی دوتا از جواباش نامفهوم بود که منم درست کردم. کوروش بابت ماشین ممنون، تو عروسی حسابی سربلندمون کردی. خواهش میکنم. بیچاره دفعه اولش بود مصاحبه میکردی که حسابی هول شده بود. خب همه مثل شما از اول که حرفه‌ای نیستن. خواهش میکنم، شما لطف دارید به بنده. رفتی پیش سمیعی چی گفت؟ خواهد با تصویه کنم. تصویه؟ چرا تصویه؟ خب این از اول با من مشکل داشت، من منتظر یه همچین روزی هم بودم. اینجا برات خوب بود، حیف نبود از دستش دادی؟ آدمایی که می نویسن که هیچ وقت بیکار نمی مونن.